سلام جون دلا، حالتون چطوره؟ برقراری؟ سر کیفین؟ خب همونطور که میدونید هر سیزن که گیم آپدیت میده گیم لوپ به فنا میره. این سری هم مشکلات خاص خودشو داره که خیلی بدتر از سیزنهای قبلی شده. خب بچه ها میخوام واسهتون چند تا روش بگم تا حدودی این مشکل رو کم میکنه. خب تا ببینیم گیم لوپ کی آپدیت میده و مشکلاتش رو برطرف میکنه. اولین مشکلی که برای بعضی رخ میده اینه که بازی دانلود نمیشه. خب برای این کار باید حتما از VPN برای دانلود و نصب بازی استفاده کنید. مشکل دوم اینه که بعد دانلود و نصب بازی نمیتونی وارد بازی بشین و یه اخطاری بهتون میده که توش میگه مشکل نت دارین و نتتون پایدار یا استیبل نیست. برای این کار هم باید بازی رو پاک کنید از داخل گیم لوب خب و دوباره نصبش کنید. این مشکل هم حل میشه. مشکل سوم اینه که وقتی توی لابی هستین و میخواین بازی رو استارت کنین روی 99% بازی وای میسه و کرش میخوره بازی و از گیم لوپ میندازتتون بیرون. واسه این کار هم برای رفع این مشکل هم باید برین قسمت سیتینگ، قسمت گرافیک بازی و گرافیک روی حالت میدیوم قرار بدین. اصلی ترین مشکلی هم که تازگی اضافه شده به بازی نمیتونیم ایم بگیریم. برای رفع مشکل هم باید بیاییم گیم لوب قسمت کی مپینگ رو بزنیم. بغل قسمت بتل رویال برین، اینجا بتل رویال رو انتخاب کنین. بغل رایت کلیک یه دکمه اضافه کنین، دکمه که تو بازی ازش استفاده نمی کنین، مثلا L, K, J, O, P، اینا تو بازی استفاده نمیشن. این دکمه رو که انتخاب کردین سیو رو میزنین. بعد اینکه سیو رو زدین برنامه ایکس ماوس رو دانلود میکنین. بعد اینکه این برنامه رو دانلود کردین اینجا ادو میزنین. ادو که زدین گیم لوپ رو انتخاب میکنین از اینجا و اوکی رو میزنین. وقتی که اوکی رو زدین اینجا گزینه رایت کلیک هست، کلیک راست همون ایممونه. اینجا وقتی اینو زدیم گزینه سیمولیت کیز رو میزنیم. بعد اینکه اون گزینه رو زدیم اینجا اون دکمه ای که انتخاب کرده بودیم تو گیم لوب اون دکمه رو همینجا وارد میکنیم و اوکی و اپلای رو میزنیم و این مشکل هم تو بازی اوکی میشه. خیلی از بچه هم تنظیمات دکمه های من رو تو گیم لوب خواسته بودن ازم. دیگه تو این ویدیو اینا رو واسه تون نشون میدم. همینجا کی مپینگ رو میزنین. ببینین اینجا مثلا وایس باز کردن اینا دیگه به درد نمیخواد، زیاد استفاده نمیکنین، میتونین دستی هم این کارا رو انجام بدین. خب من اینا رو کلا حذف کردم، اون دکمه هایی که لازم دارم و فقط گذاشتم بمونه. یا مثلا اینجا تو تنظیمات دیفالت خود بازی مثلا 5 6 7 8 تو قسمت مثلا نید هست، مثلا 5 بزنی اسموک برمیداره، 6 بزنی نید برمیداره، 7 بزنی مثلا کلاستر انتخاب میکنه. من همه اینا رو حذف کردم و یه دونه دکمه گذاشتم ازشون. اینجا هم چند تا دکمه بود برای مثلا آدر، اسپری، کیت، اینا رو من همش رو حذف کردم و یه دونه دکمه 4 رو گذاشتم فقط واسهش. بچه ها اینم بهتون بگم این برنامه ایکس ماوسی که بهتون گفتم با این برنامه میتونین حتی دکمه بذارین واسه مثلا اسنوبورد و پرش جامپ اسنوبورد. خب اینا هم اگه ماوستون ماوس گیمینگ باشه روی دکمه های بغل کناری ماوستون میتونین اینا رو انتخاب کنین و ازش استفاده کنین. بچه ها یه نکته هم بهتون بگم، خیلی از بچه ها من دیدم رکورداشونو این علامت دکمه ها اینا اینجا تو گیم پلیشون دیده میشه. واسه حذف کردن اینا هم میتونین باز کی مپینگ رو بزنین و این گزینه رو غیر فعال کنین که دیگه این عددا دیده نشه و گیم پلیتون خراب نشه. بچه ها من قبلا تو پیج یوتیوب هم یه ویدیو دیگه هم در مورد کاهش لگ بازی و افزایش FPS بازی گذاشتم، میتونین از اونم استفاده کنین که لگ بازیتون خیلی کاهش پیدا کنه. امیدوارم این ویدیو واسهتون مفید بوده باشه. یادتون نره چنل منو حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای بعدی خبردار بشید. تا ویدیو دیگه.